برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان روز چهارشنبه 8 شهریور گفتند که در اثر بارندگی شدید در این کشور دست کم 21 نفر جان باختند. باران‌های شدید در روزهای یکشنبه و دوشنبه باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین در نواحی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. مقامات روز دوشنبه تعداد تلفات را 13 نفر اعلام کرده بودند، اما کمیته مبارزه با حوادث طبیعی تاجیکستان روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت تا کنون 21 نفر جان باختند. مقامات مبارزه با حوادث طبیعی قبلا هشدار داده بود که خطر وقوع لغزش زمین وجود دارد. شیخ سامی المسعودی رئیس سازمان حج و عمره عراق تاکید کرد که کاروان‌های اتوبوسرانی که از سوی دولت عراق تخصیص داده شده در حمل و نقل و رفت و آمد زائران به کمک می‌آیند تا از شدت ازدحام جمعیت و رفت و آمد زائران در شهر مقدس کربلا و استان‌های مجاور کاسته شود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، شیخ مسعودی با نصیف الخطابی استاندار کربلا و مسئولان امنیتی این استان دیدار کرد و این دیدار بر ایجاد ساز و کارهای مناسب برای استقبال و پذیرایی از زائران تاکید شد. گفتنی است که تمامی دستندرکاران و عوامل اجرایی مرتبط با زیارت اربعین خدمت رسانی خود به زائران را افزایش دادند و طی روزهای آینده انتظار می‌رود میلیون ها زائر به پابوسی سرور آزادگان جهان مشرف شوند. دارالقرآن کریم آستان مقدس حسینی در ایام اربعین در جوار مجموعه رفاهی امام حسن مجتبی علیه السلام نمایشگاه قرآنی افتتاح کرده است. کرار الشمری مسئول پایگاه اطلاع رسانی قرآن کریم آستان مقدس حسینی ضمن اعلام این مطلب به خبرگزاری اخبار شیعه گفت این نمایشگاه شامل مروری بر نسخه های خطی این مرکز و آثار خوشنویسی عربی و آثار برندگان اولی مسابقه بین المللی وارثان انبیا ویژه خوشنویسی عربی، همچنین شامل عکس های مراکز رسانه‌ای قرآنی و برندگان اولین دوره مسابقه بین المللی عکاسی سراج می باشد. علاوه بر آن، نمایشگاه کتاب نیز همزمان شامل بیش از 80 عنوان کتاب‌های قرآنی دائر می‌باشد که بارزترین آنها دایره المعارف قرآنی اهل بیت علیهم السلام مشتمل بر 60 جلد است.